سال 1382 سال خوبی برای مهمان این هفته برنامه به عبارت دیگر بود سالی بود که جایزه معتبر صلح نوبل گرفت و آوازش در جهان پیچید نه فقط به سبب خود جایزه بلکه به دلیل اینکه اولین زن ایرانی که چنین جایزه مهمی را دریافت میکرد سال 82 همچنین سال شروع مواجهه او با دنیای توقعات و درخواست از گوش و کنار جهان بود پنج سال بعد مهمان ما چطور تونسته با این چالش بزرگ کنار بیاد خانم عبادی به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید خانم عبادی تا یه پنج سال گذشته که شما به عنوان برنده ی جایزه صلح نوبل مطرح بودید چقدر به بار شما به عنوان فعال حقوق بشر اضافه شده؟ چقدر بارتون سنگین شده نسبت گذشته؟ قبلا هم بارم کم نبود ولی طبیعتا این جایزه بار وظایف من رو سنگین کرد ضمن اینکه امکانات من رو هم بیشتر کرد میکروفون های بیشتری در سراسر جهان در اختیار من قرار داده شد که من از اون طریق می توانستم صدای مردم ایران صدای موکلین خودم و صدای مدافعان حقوق بشر رو در ایران به گوش مردم دنیا بهتر برسونن به غیر از ایران که محل کار قبلی شما بوده و طبیعتا حساسیتتون بیشتری نسبت بهش چه توقعات جدیدی در سطح جهان به از, از طرف مردم اضافه شده به درخواست های که شما می شده؟ ببینید حقوق بشر مرز نداره بنابراین مدافع حقوق بشر هیته وظایفش محدود به یک کشور خاص نمیشه در این ارتباط من در عرصه بین المللی در چند جایگاه بودم که آخرینش من از هیئت امنای یونیتار یعنی بخش پژوهشی سازمان ملل متحد هستم و در این سمت من طراح کنوانسیونی هستم به نام کنوانسیون بین مبارزه با فقر که امیدوارم بتوانیم روزی این رو تقدیم مجمع عمومی بکنیم و به مسائل زیربنایی فقر در جهان در این کنوانسیون توجه شده یه سری کارهای دیگه این چنینی در سطح بین کردم ولی کن همونطوری که اشاره کردید به هر حال از اون جایی که من ایرانی هستم و از اون جایی که ایران کشور پر مشکلی در زمینه ی حقوق بشر تمرکز بیشتر من راجع به ایران است حالا به مسائل ایران مشروع خواهیم پرداخت توی تهیه مصاحبه ولی شما به عنوان زن و به عنوان زن مسلمان اون وقت چقدر مورد درخواست های جدید هستید بل... به خصوص در طرف کشورهای مسلمان به عنوان بلونه... یک زن مسلمان زنان مدرن مسلمان از من توقع دارند که صدام رو بلندتر بکنم و بلندتر بگویم که اسلام با تفسیر درستی باید به حقوق زن احترام بگذارد یعنی در حقیقت اگر در کشوری به زن کم بها داده میشه مورد تبعیض قرار میگیره این رو پای اسلام نگذارند با تفسیر درستی از اسلام می شود به برابری کامل دست و این چیزی است که زنان مسلمان از من می خواهند که هر کجایی که می این را بگویم و بلکه فریاد بزنم شما اشاره کردید که زنان مدرن مسلمان در کشورهای مسلمان این طبقه را شما دارند این البته طبیعیه در هر جای دیگه هم هست و اتفاقا در این زمینه شاید خیلی هم مشکل نباشه که به اصطلاح مراودات داشت با زنان مدرن مسلمان اون زنهایی که مدرن نیستن ولی اونشون پایمال میشه چیکار میکنین براشون ببینید وقتی که قانون تبعیض آمیزه همه ازش زرر می‌بینند افرادی که آگاهند متوجه زیان میشوند و افرادی که آگاه نیستند متوجه این زیان نیستند ولی کن وقتی که ما سعی می‌کنیم قانون و زیربنای قانون رو درست بکنیم همه ازش سود می‌برند بنابراین اگر زنان مدرن از من این خواهش رو دارند و زنان سنتی فعلا نه، ولیکن سودش به زنان سنتی هم خواهد رسید. چقدر موفق بودین تا به حال در این زمینه؟ توقعات میدونم خیلی زیاد بوده. ولی شما چقدر موفق بودید؟ زیربنای فرهنگی رو تغییر دادن مسئله‌ای است که زمان می‌بره. ولیکن من و مجموعه فعالین حقوق زن در ایران در این زمینه بسیار موفق بودیم. به عنوان مثال وقتی که در ایران در سال جاری میخواستند تعداد زوجات رو تسهیل بکنند واکنشی که همه زنان اما سنتی اما از دانشگاهی خاندار کارگر همه با همه نشان دادند و اعلام کردند که ما نمیخواهیم شوهرمون سر ما هوو بیاره این نشان دهنده اون موفقیت بود و البته تکرار میکنم موفقیت مال من نیست مال همه فعالین جامعه زنان است ولی شما همیشه تاکید دارین برای به قانون گرایی و اینکه بایستی قانون کشور را رعایت کرد ولی همین قانون کشور بود که شما را به قاضی بر کنار کرد و همین قانونه که بسیاری از موانعی که شما تلاش دارین که به فائق بیاین و سراتون میذاره و اگر شما آدمی هستین که قانونگرا و باعثی به قانون عمل بکنید بنابراین دست و بال خودتون خودتون بستید توجه داشته باشید که من یک وکیلم وقتی میرم دادگاه از موکلم دفاع کنم مجبورم به قانون احترام بگذارم و از داخل همان قوانین سعی کنم راه حلی به نفع موکلین خودم که تماما زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هستند پیدا بکنم ولی کن این دلیل نمیشه که من در مقام یک مدافع حقوق بشر انتقاد نسبت به قانون بد رو نداشته باشم من در ایران حدود 14 کتاب چاپ کردم و تماما در زمینه انتقاد به قوانین و نه تنها انتقاد به قوانین بلکه ارائه راه حل برای اصلاح و بازنگری قوانین بوده ولی فکر میکنین که در با توجه به قوانین اسلامی که در ایران حاکمه و در واقع قوانین مدنی مقدار زیادیش بر اساس قوانین شرعه اون وقت شما چطور میتونین که عملا بگین که این قوانین شرع رو بذارین کنار اصلا قرار نیست که به شریعت اسلام توهین بشه و یا کنار گذاشته بشه چطور, صوبت... چطور, شما خانم عبادی میتونین که برابری زن رو مثلا در ارث در مورد هزانت در مورد طلاق همه اینها رو تضمین یا تأمین بکنید بدون اینکه قوانین شهر بذارین کنار باید بگم مثلا در مورد هزانت این اتفاق افتاده و قانون عوض شده حدود چهار سال قبل در سایر موارد هم می شود عوض کرد به مثال الان طبق قانون دیه زن در ایران نصف دیه مرد. اگر مردی زنی رو به قتل برسونه برای اینکه خانواده زن به قتل رسیده زن به بتواند قاتل رو مجازات کنه تازه نصف دیه یه مرد قاتل رو هم باید بهش بدن یعنی یه چیزی دست خوش هم باید بهش بدن خوب. با چنین قوانینی هر وقت که ما زنها اعتراض میکردیم که این چه نابرابری و چه بی است جواب میشنیدیم که این قانون اسلام است حق نداری حرف بزنید مخالف اسلام نباشید اما زمانی که تعدادی از علما و آیات اضاف از جمله آیت الله ثانی فتوا دادن که نه این اسلام نیست میشه قانون رو عوض کرد بنابراین حالا دیگه حربه از دست افرادی که معتقد به برابری انسان ها نیستن بیرون آمده در تمامی موارد همینطوره ما بسیاری از روشنفکران اسلامی داریم که درجات علمی هم دارند، آیت الله هم هستند، حق فتوا هم دارند و اینها فتوا دادند که با توجه به اینکه شرایط اجتماعی عوض شده، باید در تمامی قوانین بازنگری بشه. آره، ولی ادعی این آیت الله ها که این فتوا ها رو میدن بسیار کمه. در مقابل دی کثیری از آیت الله که در واقع واضح بسیار از این قوانین هستند کاملا درسته اگر قرار بود عکس باشه که من الان اینجا نبودم و با شما این حرفا رو نمی زدم اما همین تعداد کف هم نشان از یک چیز دارد و است که اجماع وجود نداره اختلاف بین علما هست پس بنابراین حالا که مسلم نیست حتما یک چیزی جنبه شرعی داره بایستی برگردیم به مسئله اقلانیت بایستی برگردیم به اینکه که زمان و مکان چه میگوید و در اونجاست که پای زوابط حقوق بشر پیش می آید شما بخشی از اجحافی که در جامعه به خصوص به زنان میشه از همه نوعش از جمله خشونت های خانوادگی اینو به حساب فرهنگ میذاریم تا... تا, قانون بحثتون اینه که قانون در مقابل فرهنگ قالب در واقع آجزه در بسیاری موارد این صحبت رو کردین این به این معناست که شما یک راه درازی بایستی در زمینه آگاه کردن مردم طی بکنین تا برسین به تعبیز قانون اجازه بدید من راجع به نسبت قانون با فرهنگ با شما صحبت بکنم قانون طبیعتاً باسی از فرهنگ جامعه طبیعت بکنه و به همین دلیله که اگر قوانین مثلا نروژ یا سوئد رو بخواهند ظرف یک شب در عربستان سعودی پیاده کنند حتی خود زنها هم ممکنه تعامل نکنند بنابراین زیربنای هر چیزی فرهنگ است و قانون بعد از فرهنگ تبعیت کند اما فراموش نکنیم قانون نقش ارشادی هم دارد وظیفه قانون این است که فرهنگ جامعه رو بالا ببره بهترین قوانین قوانینی هستند که یک پله یک پله فقط بالاتر از فرهنگ بیستند و فرهنگ رو تعالی بخشند و وقتی که فرهنگ عادت کرد به اون قانون بالاتر دو مرتبه قانون رو بایستی عوض کرد و یک پله بالاتر برد و به این طریقه که قانون می توان نقش ارشادی در اصلاح فرهنگ جامعه هم داشته باشه به عبارتی ضمن اینکه قانون از فرهنگ تبعیت می کند اما بایستی باعث تعالی فرهنگ هم بشود و همواره صحبت, صحبت, من این بوده قوانین در ایران از فرهنگ متوسط جامعه پایین یعنی به جای اینکه قانونی پله بالاتر از فرهنگ ما بیستد قانون پایین تر از فرهنگه و نکته دوم با این ترتیب هیچ قانونی لایت تغییر نیست همواره قوانین بایستی جامعه پویا داشته باشه در علم حقوق قانون لا تغییر و ثابت اساسا وجود نداره با تغییر جامعه با تغییر روابط اجتماعی در جامعه قانون بایستی اصلاح پیدا کنه ولی در ایران شاید یه مقداری کار مشکل تر از جاهای دیگه باشه به این دلیل که استناد بسیاری از این قوانین به اسلامه و قانون شرعی هم که قبلا هم گفتم یعنی شما حتی اگه در فرهنگ سازی هم پیش برین باز هم مواجه با موانع قانون شر میشید همونطوری که گفتم کار فرهنگی نقش بسیار سازنده ای داره بزرگترین اشتباه و بدترین عملکرد این است که ما بخواهیم یک خط بطلان روی اعتقادات مذهبی مردم بکشیم بلکه اونها رو بایستی با استدلالی که از درون مذهب بیرون میاد به تفکر داریم من یه مثال ساده برای شما میذارم در قرآن مجید هست هر مسلمان در ماه مبارک رمضان بایستی روزه بگیره یعنی از سلو تا غروب آفتاب چیزی نخوره و نیاشامه انجام این فریزه در کشوری مثل عربستان یا ایران خیلی راحته اما شما با هم بگین اگه مسلمان رفت قطب شمال و شش ماه روز بود شش ماه شب بود چه باید بکنه آیا روزه نگیره یه امر واجب رها کرده و درست است آیا روزه بگیره از گرسنگی میمیره درست است پس بنابراین یک راه حل سومی بایستی وجود داشته باشه این راه حل سوم رو خود مذهب میگوید و بهش میگویند حکم ثانویه یعنی در جایی که حتی در قرآن کریم سراحتا مسئله پیش بینی شده اما زمان یا مکان اجازه امکان اجرای اون رو نمیده بایستی با توجه به روح کلی حاکم بر قاعده راه حلی پیدا بکنن که قابل اجرا باشه به مثال در مورد روزه نظریات متعددی هست من نظری که شخصا میپسندم و اجراش میکنم یعنی اگه قرار بشه برم قطب شمال در ماه رمضان این کارو خواهم کرد این است که میگوید شبان روز رو به سه تا هشت ساعت تقسیم بکنید در یک هشت ساعت که مسلمان خواب نیست نخورد نیاش آمد این میشود روزه بنابراین میبینید که با یک چنین تعمیراتی با یک چنین مکانیزمی ولی،, ولی خانم عبادی، همه اینها در واقع راه دراز و مشکلیه که بایستی طی کرد تا رسید به یک جایی که بسیاری از منتقدین شما و امثال شما که منتقدن در چارچوب قوانین اسلامی میشه تغییرات داد اینا خیلی راحت میگن که دین را از دولت جدا بکنید دین را یک امر خصوصی بکنید و مسائل دولتی رو بذارین به حساب دولت مردان و قوانین مدنی که اجرا بکنن تمام این مسائل که شما میگیرم حل میشه اجازه بدین پس وارد یک چالش دیگر بشوید من هم مثل شما معتقدم دین بایستی از حکومت این اعتقاد جدا اعتقاد من نیست البته این اعتقاد بسیار از معتقدان شماست من اعتقاد من مهم نیستیم مثلا من حرفی که دارم میزنم کسانی که دارن این از این طرف قضیه صحبت میکنند بس. آقای فانی ام نداره اگه شما هم بگید مثل من معتقد به جدایی دین از حکومت هستید بذارید به آزادی بحث بکنید وظیفه این من نیست در حال حاضر <applause> من به حساب کننده هستم که به عقیده خود من مطرح نیست خب ام نداره ام. اما عقیده من هست بسیار. دین بایستی از حکومت جدا بشود برای اینکه دولت مردان از عقاید مذهبی مردم سو استفاده نکنند تجربه حکومت کلیسا در قرون و وسطا این مسئله رو ثابت کرده اما شما به من بگید آیا همه ای مردم دنیا بایستی مثل بنده فکر کنند آیا اگر در جایی مردم با آزادی خودشون به یک حزب اسلامی رای دادن و خواستن اون به قدرت برسد ما می از این سر دنیا بگوییم که نه شما حق ندارید این کار رو بکنید بنابراین ما بایستی به یک مسئله دیگری وارد می شویم از همین در وانی این است که دموکراسی چیست دموکراسی حکومت اکثریت است بنابراین اکثریتی که در یک انتخابات آزاد به قدرت میرسه مثلا اسلامی ها چون که اتفاقی که در ایران افتاد کاملا حکومت با به طریق دموکراسی اسلام به قدرت رسید یا اتفاقی که مثلا در ترکیه افتاد وقتی که مردم در یک انتخابات آزاد اعلام میکنن که یک حزب اسلامی میخواد حکومت کنه و ما دلمون میخواد که اسلامی ها به قدرت بیرسند اون وقت صحبت سر این است که محدوده دموکراسی چیست؟ به شما معتقدین که چون بسیاری از باز منتقدین خیلی زیادتری در این تیف هستند که معتقدن که در ایران حکومت ایران از طریق دموکراسی حاکم نشده اشاره میکنن به روندی که انتخابات طی میکنه تا کاندیداها تعیین بشند از صافی های مختلف که باید بگذارن چه انتخابات ریاست جمهوری چه انتخابات مجلس در نتیجه شما شما میگین که از طریق دموکراسی خیلی معتقدن که نه خب شما اجازه ندید حرفم تموم بشه با. اینی که من گفتم ام. از طریق دموکراسی منظورم به سال 1357 بود اون زمانی که رای دادن به جمهوری اسلامی اونجا که دیگه شک ندارید که دموکراسیه اما از اون به بعد یواش یواش عوض شد مثلا قانون نظارت استثوابی آمد که این خودش یک عامل بزرگ برای جلوگیری از اعمال دموکراسی اما اگر به هر حال حکومتی به طریق دموکراسی به قدرت برسه و اسلامی باشه آیا حق دارد به بهانه مذهب و به بهانه تفسیر خودش از مذهب هر کاری که بخواهد بگوید و هر طوری که بخواد عمل بکند برای اینکه با دموکراسی به قدرت رسیده نه پاسخ این است که نه یعنی در حقیقت حکومت ها مشروعیت خودشون رو از آراء مردم و صندوق رای نمیگیرند. تعریف دموکراسی دیگه در قرن 21 این نیست دموکراسی چارچوب داره چارچوب دموکراسی ضوابط حقوق بشره هر حکومتی با هر ایدئولوژی که با انتخابات آزاد به قدرت برسه در محدوده حقوق بشر بایستی فعالیت بکنه اجازه بفرمایید و حکومت های اسلامی ولو با به طریق دموکراتیک سر کار بیایند بایستی تفسیری از اسلام ارائه بدهند که ضوابط حقوق بشر را بتوانن رایت کنند و در همین مفهوم و کانتکس است که من میگویم با تفسیر با. درستی خیلی از اسلام چون نمیشه شما در واقع مبارزتون در این, در این که بشه که اینطور بشه با باید بشه, تو با با باید بشه ولی مسئله که هست که الان در داخل ایران بسیاری از اسلامگراهای گذشته حتی که بسیار هم در زمینه اسلامی فعال بودن به این نتیجه دارن میرسن که دین باید از حکومت جدا بشه یعنی اون روندی که بسیاری از سکولارها و غیر مذهبی ها سالهای سال دنبالش بودند در این مقطع انتقادهایی که از شما میشه اینه که در حالی که خود اسلامی ها گذشته دارن این مسیر رو طی میکنن شما کماکان اصرارتون بریده که در چارچوب قوانین اسلامی میشه تغییراتی داد که مدل شفانی گفتم اعتقاد من این است که دین باید از حکومت جدا بشود اما زمانی که اما زمانی که جدا نشده امه. امه. و زمانی که این اتفاق نیفتاده ما نمی این بهانه را قبول بکنیم که چون اسلام میگوید یعنی اسلامی که حکومت تعیین می کند می پس ما حق داریم که به زنها ستم کنیم حق داریم که بچه ها رو تیرباران کنیم حق داریم که زندانی سیاسی داشته باشیم من این رو قبول ندارم یعنی میگویم دین باید از مذهب جدا بشود اما اگر جدا هم نشده پشت سپر اسلام قایم نشید اسلام سپر خوبی نیست برای و بهانه خوبی نیست برای ظلم به مردم برگردیم به اشاره کردیم به ستم به زنان این که یک مبارزه خیلی جدی مدنی در داخل ایران مدت شروع شده از طرف زنها برای احقاق حقوقشون شما چقدر امیدوارید به آینده وضعیت زنان در ایران در آینده نزدیک من دورمه. تحقق پیدا بکنن خواستاشون بیش از 65 درصد از دانش دانشگاه های ما دخترن بسیاری از اساتید دانشگاه زنن زنان در کلیه مشاغل حضور چشمگیر و فعالی دارند. یک چنین جامعه فرهخته و آگاهی رو نمی شود تا ابد با این قوانین تبعیض‌آمیز اداره کرد من به آینده زن ایرانی بسیار خوشبین هستم و میدانم به زودی به آنچه که میخواهند میرسند و خوشبختانه روز به روز تعداد افرادی که خواهان اصلاح قوانین تبیزامیز ضد زن در ایران هستند اضافه میشود و دیگه جلوی این سیل رو نمیشه بگیرم یک عرصه دیگه ای هم که بحث خیلی روسیاده و در سطح سر سرسدای زیادی کرده بحث حقوق اقلیت هاست و این اواخر به خصوص وضعیت بهایی ها که شما قبول کردین که وکالتشون رو بپذیرین من باید بگم وکالت اینها رو پذیرفتم و علا رقم تحدیداتی که برای من آمده من از وکالت این پرونده دست بر نخواهم داشت قبلا هم اعلام کردم دولت میتواند به جرم به قبول این وکالت منو ده سال زندان بیاندازه ولی که هم مطمئن باشد سال 11 هم که از زندان آمدن بیرون باز هم از پرونده ای که دفاعش رو قبول کردم دفاع خواهم کرد و ادامه میدم وضعیت تبعیزامیز بر اساس مذهب متاسفانه در قوانین ما هست باهایی ها نمونه بارز اونها هستند که از تاریخی که انقلاب شده حتی نتوانستند وارد دانشگاه بشن اما باید بگم این تبعیض فقط نسبت به بهایی ها نیست متاسفانه مثلا در تهرانی که دوازده میلیون جمعیت داره در سی سال گذشته اجازه ندادند حتی یک مسجد اهل تسنن ساخته بشه این هم نوعی تبعیزه و یا در قانون میبینیم که فعل واحد بر حسب اینکه مرتکبش مسلمان باشه یا غیر مسلمان مجازات فرق میکنه میدانیم زن و مردی که همسر ندارند اگر مرتکب زنا بشوند طبق قانون جرم و مجازات هر کدام صد ضرب شلاقه اما طبق قانون با طبق همان قانون اگر زن مسلمان و مرد غیر مسلمان باشه مجازات صد ضرب شلاق برای مرد تبدیل به مجازات اعدام میشه آیا این تبعیض نیست یک جرم واحد مجازاتش این چنین تفاوت بکنه بر حسب مذهب مجرم بنابراین خیلی از مسائل دیگر هست که بایستی مورد بازنگری قرار بگیره بسیار خوب خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه